کاری ریز به این چهار تا مثال بزنم. فکر میکنم تا صفحه 50 درس داریم، درسته؟ خواص رشد و کیو گفتیم، بریم سراغ پایتون و یه کوچولو دیگه. من فقط اینجا درس میدم چیزاشو. اگه یادتون باشه ما یه چیزی داشتیم در واقع به عنوان رشته، فرض کنم اینجا می‌نویسم هلو ورد و به این شکل دارمش، یه پرینت گزینه دیتا و این گوگل کلاب هم که راحت میزنم برام اجرا میگیره و خروجیش رو برمیگرد. یه ذره صبر کنیم تا این اینیشیالایز بشه. خب دیتا رو آورد در واقع چاپ کرد. شما توی استرینگ ها توی پایتون ما ساختمان داده در واقع تو خود پایتون ساختمان داده چیز هم داریم، ساختمان داده به نام رشته هم داریم. من میتونم بیام اینجا برگردم بگم که print و برگردم بگم خب دیتا ها میتونم مثلا صفرش رو من برگردم، چی برمیگرده؟ print رو درست بنویسم، در واقع H رو برمیگرده دیگه، تابلوه دیگه. چه اتفاقی داره میفته؟ H اندیسه. در واقع شما میاید اینجا میگید که 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حالا 10 و 11 و 12 و 13 و این مواردی هستش که اینجا وجود داره. پس من میتونم بیام اینجا بهش چیکار کنم؟ بازه بدم، بگم دیتا 0 تا مثلا 5. بعد بیام اینجا برگردم بگم پرینت دیتا منفی 1، معکوسش کن. این میشه معکوسا. اینا رو بهتون درس دادم. الان اگه هلو ورلد رو معکوس کرد و بیام اینجا مثلا برگردم بگم دوتا دوتا برو جلو، مثلا برگردم بگم 0 تا 10 رو برو، استپش رو چیکار کردم؟ آوردم به این شکل، در واقع آوردمش دوتا دوتا. حالا اینکه زیاد چیز جالبی نیست، ولی در کل این معکوس کننده یه رشته بود. منفی 1 که میزنی رشته رو معکوس میکنه، همون ریورز خودمون هستش. آوردیم اینا رو توی رشته یاد گرفتیم. راحت میتونستم تو حلقه فور بندازم، برگردم بگم فور آی این در واقع چی؟ دیتا، و پرینت کنم مقدار آی رو. الان چه اتفاقی میفته؟ میاد به این شکل در واقع نمایشش بده. میتونستم بیام اینجا یه اندم بذارم و بک سلش تی بذارم، بیاد به اندازه 4 تا اسپیس همه رو از هم جدا کنه و بیاد به این شکل نمایشش بده. یا میتونستم بیام بگم رنج بده، لن بده در واقع چی رو؟ دیتا رو. اینجا دیگه من صفرشو نذاشتم، یعنی وقتی صفر نمیذاری و اینجا یک نمیذاری، اومدم به جای اینکه این مسیر رو بذارم اومدم تبدیلش کردم به چی؟ به همین. اگر اجرا بگیرید ببین 1 2 3 4 5 اوور نمایش داد. چرا؟ من میتونم بیام اینجا برگردم بگم دیتا آی و بیاد برام همه دیتا ها رو دونه دونه نمایش بده. یعنی همون کار قبلی که انجام داد رو من تونستم با این کار انجام بدم. این مقادیری بود که اومد اینجا. بریم ببینیم یه سری متد داره. من متداش رو بگم چی هستش. فرض کن جان متد تابه. من اینجا می‌نویسم پایتون تیری. خب میگم بیا پرینت کن دیتا دات اینا تابعی هستش که وجود داره. مثلا فرض کن is lower رو بیا برای من بررسی کن. ببین کوچولوه، در واقع همه مقادیرش کوچیکن. تو رو برگردون، اگر یه p اینجا داشتم چی برمیگردون؟ ببین فالس. مهمه؟ آره، اگه مهم نبود دونه دونه بهتون نمیگفتم. مهمه که دارم دونه دونه بررسی میکنم. میام اینجا کنترل سی کنترل وی ایز اپر، یه تابعی داره در واقع به نام ایز اپر و میام اینجا میزنم. خب طبیعتا فالس برمیگردونه دیگه. چرا؟ چون هیچ کدومش بزرگ نیست. حالا اگر همش بزرگ بود میگفتم کلماتش مثلا بیاد اینجا این شکلی نوشته بشه. خب
ایز دیگه، ایز آفر، ببین بزرگ هستش یا نه، یا ایز لاور در واقع جا. نه 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 با اعداد کنیم کپیتالایز میشون. بعد ببینیم داریم اصلا نداریم، هم چیزی نداریم. ایز میام اینجا برمیگردم میگم به اون میگن کپیتالایز، حرف اول بزرگه کپیتالایز. طبیعتا اگه اینو آره فهمیدم از اوش فالس برگرد. آره آره خب پرینت میام میگم ایز در واقع دیتا ایز آل، بذاره بیام آل نام. آل نام چیه؟ آل در واقع میشه آلفا نامبر، ترکیب آلفا و نامبر باشه. آلفا میشه همون ای و بی و سی و دی و اینا و عدد هم توش باشه، یعنی میخوام چک بکنم اینم داخلش هم عدده یا هم دیتا. چی؟ نه هم من آلفا میگم تو رو خدا قبول کن. نه نه آلفا رو میشه. خب ایشون یعنی آل نام یعنی ترکیب حروف الفبا و الفبا که نه، حروف در واقع انگلیسی و عدد. آره حروف عدد و میسون. گزینه بعدی ایز فقط آلفا باشه. اون آلفا که میبینیم من به خاطر این دارم استفاده میکنم، وگرنه دیتا دات ایز آلفا. خب میام اینجا خروجی رو میگیرم بعد فالس برگردونه دیگه. چرا؟ چون یه عدد توشه. حالا اگه بیام برگردم بگم که برش دارم اجرا بگیرم ترو برمیگردم. خب حالا اگه بیام اینجا مثلا بنویسم صرف مثلا بگم 98912 هیچی جانم چی رو تو داده؟ is all norm. خب پایتون تیری بود دیگه، هم آلفا بود الفا داشت. چیکار کرده بودم یه دفعه بود. خب میگه هم در واقع اینجا نها کن return true if string alpha numeric string false، میگه وقتی string is alpha و در واقع به این صورت باشه. آره دیگه alpha number این اوره alpha یا number، خب جفتش هم میتونه باشه. آره true چیزه اوره. میام اینجا چی بود اینجا؟ 98912. خب میام میگم کنترل سی کنترل وی آلفا رو گفتیم ایز دیجیت دیجیت و بریم ببینیم اصلا قبول میکنه همچه چیزی رو. میاد ترو برمیگردونه کنترل سی کنترل وی ایز اسپیس رو نمیخواد ایز آیدنتیفایر. ایز اسپیس دیگه معلومه دیگه، من نمینویسم، بذارید بیاره و روش هم نگه دارید. معمولا برمیگم میگه return true if string white space string. این خیلی تابلوه، من فقط اجراش میگیرم. فالسه. چرا؟ چون چه string در واقع space توش وجود نداره. یه دونه داریم is identifier. فکر کنم is identifier رو ترم پیش بهتون گفتم، درسته؟ ببین اسمای متغیری که دارید استفاده میکنید اسمایی باید باشه که کلمات در واقع رزرو شده نباشه. خب میگه دیتا ایز آیدنتیفایره، در واقع این دیتایی که اینجا وجود داره میتونه مقدار چیز باشه، آره اسم متغیر باشه، یعنی اسم درستیه. من میام اینجا میزنم برام فالس برمیگرد. حالا اینو عوضش میکنم میزنم فون نامبر. خب و اینجا به جای دیتا میذارم چی؟ فون نامبر. نه خودش بررسی میکنه ببینه آیا میتونی از این
در واقع متغیر استفاده بکنی فالسه، آیدنتیفایرش اوکیه، یعنی مشکل نداره. چی؟ بذارم من مثلا اینو بذارم هلو ورلد. نه این یعنی این که شما میتونید بذارید دوش نگه دارم. خب میگه return true if string is a valid Python identifier، یعنی ولید هستش برای در واقع پایتون آیدنتیفایر. خب و فالس آدر، میگه یوز کیورد ایز کیورد و آیدنتیفایر ساچ در مورد. خب نه اصلا ربطی به چیز نه، این آیدنتیفایر یعنی که این متغیری که داری تعریف میکنید متغیر اسم درستیه برای پایتون. اگه تو اینترنت سرچ بکنین is identifier in the python. خب مثلا من اگه بیام اینجا یه اسم بذارم مثلا به نام خدای چه چیز مثلا for. خب for کلمه رزرو شده است دیگه، درسته؟ و بیام اینجا اجراش بگیرم، اینجا که داره کلن ارور میده. می‌خواستم بزنی دوره تری اسکول بذاریم حالا بزنی. نه من یادمه که آیدنتیفایر این هستش که بررسی میکنه ببینه، میگه txt identifier مثلا دمو، میگه چک if string valid identifier، مقداری که اینجا هستش میگه آیدم متدیه که برمیگردونه ترو اگر استرینگ ولید آیدنتیفایر باشه. آره میگه استرینگ در واقع داخلش ولید آیدنتیفایر باشه و فقط شامل آلفا نامریک لدر A تا Z و 0 تا 9 باشه یا آندرسکور داشته باشه، ولیدش آیدنتیفایر باشه و استارت ویت نامبر یا کانتین انی اسپیس. الان اینجا مثلا ما بیایم خروجیش رو بگیریم، مثلا این گذاشته دمو. خب ما هم چیزی چرتی نذاشتیم، شاید این علامت سواله که بود. آره علامت ترجمه ناکن A تا Z 0 تا 9 چیزی که من خودم میگم اینا رو گیر میکنید دقیقا سرچ کنید چیز خاصی نه، میگه A تا Z و 0 تا 9 یا آندرسکور، یعنی میتونی نهایت اینا رو بذاریم. تورج آرمین پور. خب فالس میدونم A تا Z 0 تا 9 و آندرسکور نمیشنست فارسی. هلو آندرلاین ورد بزنی مشکل نداره، ترو برم ترو برم چون آندرسکور رو هستش. خب یه دقیقه سرچ میکنم، یه کاری نداره. ایس پرینت تیبل نامریک و ایس تایتل ایناش هم خودتون دیگه بیاد انجامش بیاد. پرینت تیبل یعنی که میتونه پرینت بکنه، حالا اینا رو هم میتونیم یه تست بگیریم. میخوام تایم نذارم روش. ایس ایس تایتل و بیایم اینجا، میگه ترو تایتل میتونه باشه و دیگه ایز پرینت ایبل یعنی میتونه پرینت بشه. خب پرینت میتونه بشه، ایز نامریک در واقع میتونه امتحانش بکنه، ایز نامریک میتونه نامریک باشه یا نه. فالس در واقع به این صورت و دیگه حالا موارد دیگهش اینا رو اومدیم بررسی کردیم. این
استارت ویت و اندز ویت و فایند و ایندکس و کانت و کپیتالایز و تایتل لاور آپر و بریم توش یه چیزی رو پیدا بکنیم دیگه. مثلا استارت ویت خیلی اینا ساده است، من فقط سریع میذارم، میام میگم پرینت دیتا دات استارت ویت، مثلا میام اینجا برمیگردم میگم HL. خب طبیعتا ما این شروع میشه دیگه، درسته؟ ترو برمیگردم، کنترل سی کنترل وی با این ختم شده اند ویت اندز ویت، میام اینجا میبینمش تروه. فایند بیا فایند کن، برو بچرخ فایند کن ببین مثلا این وجود داره، بیا مقدارش رو برگردونه، گفته در واقع چیشو برگردون مقدارش رو. حالا اگه من اینجا میدادم تست، تست وجود نداره، چی برمیگردونه؟ منفی یک. کاری که توی جاوا اسکریپت کی میکرد؟ ایندکس آف. خب سرچ خروجی بولی هم برمیگرده، یعنی منفی یک برگردون برای چی؟ برای اینکه وجود نداره. ایندکس هم دقیقا همین کار فایند رو انجام میده، ما این تفاوت که منفی یک برمیگرده. کاونت داریم، بیایم این کاونت رو هم حساب بکنیم. من اینجا میام میام کاونت مثلا W W رو میذاریم اجرا میگیریم، برمیگردونه میگه W یه دونه از توش وجود داره. حالا اگه من اینجا میذاشتم W دوتا میگفت چند تا؟ دوتا وجود داره دیگه. کپیتالایز میایید اینجا و پرینت میکنه دیتا دات کپیتالایز و میام اینجا هلو ورد رو برام حرف اولش رو کپیتالایز صفر میگم، صفر میده اینجا هلو رو ورد داره من بزرگش کن نها کن این و آره برش داشتم چی برمیگردنه؟ صفر. خب اینم بحث کپیتالایز بود. لاور و آپر دیگه حالا بزرگ کوچیک میکنن، سویپ کیس هستش و ریپلیس و استریپ. این اینجا گذاشتم دیگه، لاور لاور میکنه، آپر آپر میکنه، سویپ کیس در واقع آل لدر نگتیو میکنه، یعنی بیاید معکوس چجوری بگم اسمش چی بود؟ سویپ سواب سویپ سواب کیس داره. میام اینجا نها کنید هلو ورد رو میبینید، همه رو معکوس کرد، دیه بزرگ بود دیه رو کوچیک کرد و ریپلیس هم که معلومه جا به جا میکنیم. مثلا ریپلیس مثلا برمیگردم میگم این رو با تورج جایگزین میذارم اینجا. ریپالایز نه نه ریپالایز نمیشه، جای این رو در واقع به تورج داد و از همه مهمتر یه استریپ هست. خب این جا نه میام اینجا مینویسم مای نیم ایز تورج آرمین. خب میام اینجا برمیگردم میگم دیتا دات استریپ، خب با اسپیس. حالا پرینت میگیرم مقدار دیتا رو. الان به نظر تو تبدیل به چی میشه؟ ها؟ نه delete this word مثلا این مقداری که اینجا هستش، میخواستم اسپیس ها رو از بین ببره. نه بود
نه اسپلیتو نمیگم، استریپ دارم. بذار آرمین رو بذار. دو. نه اینو باید بذاریم توی چیز. بذاریم توی همه چیز. بیاد اینجا این مقدار از بین ببره. یا اسپیس رو که میذاریم. نه کل این استرینگ رو مهم نیست، بذارید تورج رو بگم، تورج رو در واقع از بگم. الان آرمین رو زدم، آرمین رو حذف کرد. نه آرمین رو حذف میکنه جا؟ فکر کنم تورج رو باید با اسپیس اینجوری بزنیم که پشتش قبلش هم یه اسپیس. آره مای در واقع با اسپیسش اومد از بمون استریپش. خب بریم ببینم چیز دیگه داریم توش. خب ما یه دوتا هم تابه داریم خیلی مهمه. فرض کن من میخوام که دیتا رو تبدیلش کنم به لیست، میام میگم دیتا دات اسپلیت و با اسپیس و پرینت گزینه دیتا. حالا اگه بیایم اینجا اینو تبدیلش کردم به یه لیست. اسپلیت هم اشتباه نمید، اسپلیته. خب این شکلیه اسپلیت. خب مرسی. بذار اینو اسپلیت به این صورت. اینو به اینو میتونستیم توی یه دونه ریزالت بذاریمش و ریزالت رو در واقع اینجا برگردونیم. چیا؟ خب خب چکارش کنم؟ پرانتز؟ براکته رو؟ میخوام خودش تبدیل به لیست بشه آخه. الان لیسته. نه میخوام چیز باشه، لیست باشه. تایپشو بذارم اینجا و بیاد بهم بگه تایپش لیسته. میخواستم تبدیلش کنم به لیست. آره ولی الان ریزالت رو میخوام تبدیل کنم. فرض کنید اینجا ما یه دونه فایل داریم، یه متغیر درست میکنم مثلا فایل ولیو یه همچین چیزی. خب این رو میخوام از لیست تبدیلش بکنم به استرینگ. برای اینکه بتونیم تبدیلش کنیم به استرینگ میاید مقدار رو در واقع میاید اینجا، حالا دوست دارید با یه اسپیس یا با داش، حالا هر چیزی که دوست دارید، دات جوین مقدار دیتا چیز ریزالت بهش میدید و پرینت میکنید مقدار فایل ولیو رو. الان من بیام اینجا ببینید اومد لیست رو تبدیل کرد به چی؟ به استرینگ. کدوم ها اینا مهمتره؟ طبیعتا این اسپلیت و جوینه، این دوتا میتونن مهم باشه. بقیهش آنچنانی برای من به درد من نمیخوره، ولی خب یاد گرفتنش میتونست برای مفید باشه.